هیئت سیاست‌گذاری زیست بوم‌ها و تنوع زیستی امروز گزارش 1500 صفحه‌ای و جامع خود را به سازمان ملل تسلیم کرد. 145 متخصص از 50 کشور با بررسی علمی و بازتحلیل پژوهش‌های زیست محیطی این گزارش را به عنوان شالوده‌ای برای سیاست‌گذاری آینده کشورها با هدف توقف و وارونه کردن روند نابودی محیط زیست و انقراض جانداران تهیه کردند. گزارشی از شیده رضایی. همزمان با انتشار دیباچه گزارش سازمان ملل با هدف ارزیابی تخریب‌های ایجاد شده در طبیعت به دست بشر، رئیس هیئت سیاست‌گذاری زیست بوم‌ها و تنوع زیستی اعلام کرد تأکید خیره‌سرانه و بی‌امان بر رشد اقتصادی بیش از 1 میلیون گونه جانوری و گیاهی یا 1/8 کل موجودات زنده را در معرض انقراض قرار داده است. As we lose biodiversity, it threatens human well-being. همزمان با از دست رفتن تنوع گونه‌های زیستی، رفاه و حیات بشر مورد تهدید قرار می‌گیرد. از دست رفتن امنیت غذایی، کمبود آب، منابع طبیعی و انرژی حاصل این تخریب است و موجب جنگ و درگیری بر سر منابع و ادامه حیات خواهد شد. نویسندگان گزارش می‌گویند کشاورزی، پرورش آبزیان و دامداری مکانیزه اصلی‌ترین دلیل نابودی منابع طبیعی در جهان است. و تا به حال 40% از آبزیان، 1/3 از جزایر مرجانی و حدود 10% از حشرات را از صحنه روزگار محو کرده است. آنها میگویند ما در لبه پرتگاه بی بازگشتی هستیم و تنها راه نجات کره زمین و بشریت توقف استفاده از سوخت‌های فسیلی و کند کردن رشد اقتصادی جهان است. مشکل سیستم اقتصادی فعلی ما یارانه های کلان در بخش کشاورزی است. این یارانه ها موجب تخریب وسیع و سوء استفاده بی رویه از محیط زیست می شود. برای همین هم ابتدا باید سیستم یارانه ها را اصلاح کنیم و سپس به جای آن برای استفاده از انرژی های پاک مشوق هایی در نظر بگیریم. نتیجه تحقیق و مطالعه صدها دانشمند و متخصص بین المللی با بررسی هزاران پژوهش معتبر به این نتیجه رسیده است که در نظر گرفتن صرف ارزش سرانه تولیدات داخلی بدون توجه به سرانه منابع طبیعی، انسانی و اجتماعی گمراه کننده است و موجب شده رهبرانی که به واقعیت‌های علمی بی توجه هستند موجب سرعت بخشیدن به نابودی گونه‌های زنده شوند. به صورتی که در طی کمتر از 1000 سال شمار موجودات منقرض شده با 10 میلیون سال پیش از آن برابر است. شیده رضایی، صدای آمریکا.